با سلام و درود خدمت تمام حاضرین در جلسه و عزیزانی که از طریق لایو و آنلاین یوتیوب ما رو دنبال میکنند. امروز 10 فوریه برابر با 21 بهمن 1401 در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات کمیته محیط زیست. در ابتدای جلسه معرفی میکنم سخنرانان این جلسه رو. آقای علی برومند، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در دیماه 1401، جناب آقای اصغر خدابند سامانی، بررسی و تحلیل کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای صمد جعفری با موضوع اثرات میکروپلاستیک‌ها بر محیط زیست، و در آخر با موضوع بحث آزاد در خصوص حق محیط زیست وضعیت تالاب‌های ایران رو خواهیم داشت که دعوت می‌کنم از دوستان که نظرات خودشون رو در اون بخش به اشتراک بگذارن. در ابتدای جلسه دعوت می‌کنم از آقای علی برومند که سخنرانی خودشون رو عنوان می‌کنم. مجدرشون بکنم بود. بفهمید آقای برومند. جناب برومند مثل اینکه توی اتاق نیستن، لطفاً برید سخنران بعد و بعد برمیگردیم هر موقع که تشریف آوردن. بفرمایید. بسیار خوب، پس ما تا آقای برومند مثلا اینشون متفاوت بشه با آقای اصغر خدابند سامانی دعوت میکنیم که موضوع تحلیل کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی رو در خدمتشون باشیم تا انشالله تا اون زمان هم آقای برومند مثلا اینشون مرتفع بشه. آقای سامانی بفرمایید. با سلام خدمت دوستان و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، موضوع بحث سخنرانی با کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی به سال 1905 میلادی. در حدود قرن 19 و 20 میلادی جوامع بین المللی به کشورها دیدن که محیط زیست و تنوع زیستی و حیات وحش یا با خطر جدی کاهش و یا بعضی نقاط در حد نابودی داره جلو میره. برای همین اومدن نشستن و یه سری قوانین به صورت حالا عرفا، یه سری اسناد بین المللی، سری حقوق بین المللی وضع کردن و اومدن بین هم دولت‌ها رو تشویق کردن، اومدن از تکنیک‌های حفاظتی استفاده کردن، من از بعضی سیستم های حمایتی ویژه استفاده کردن که بتونن حیات وحش و تنوع زیستی را که تا اون زمان قسمتش از بین رفته بودن بتونن از این بعد روپا نگه دارن، که یکی از این کنوانسیون ها کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی که البته توی این کنوانسیون حالا شاید به اون شکل به پرندگان مستقیما اشاره نشده باشه که کلی در مورد تنوع زیستی و حیات وحش داره صحبت میکنه، چون کنوانسیون بسیار قدیمی هم هست نسبت به بقیه کنوانسیون ها و مقررات. در چند قسمت تشکیل شده که مقدمش، حالا من به صورت خلاصه وار خدمت عرض میکنم، مقدمش میاد بنده یکش برخی تعاریف ها انجام میده که میاد اومدن بر اساس اکولوژی عناصر زنده اومد و روابطی که بین اونها هست و محیط زیست اومده اینا طبقه بندی کردن و تقسیم بندی کردن. حالا برای مثال مثلا حیوانات به صورت پستانداران نمیدونم خانواده عنکبوت ها و اینها تقسیم بندی شده. بند دوش در مورد حالا نام های اسما و نام های حیوانات که عنوان میکنه که حیوانات ما اصطلاحی داریم به نام حیوانات، حالا میگیم حیوان که حتی پرنده ها شاملش میشن، ماهی های دریا شامل این حیوانات میشن و عنوان میکنیم به نام حیوانات که حالا اکثرا به صورت در قسمت مثلا خصوصا در مورد پرندگان به صورت دو اسمی یا دو نامی حالا عنوان میشه که یکی خود جنس ها نشون میده، یکی حالا گونه را نشون میده، به این صورت طبقه بندی میکنه و
سعی بر این شده که در قوانین طبقه بندی ها به شکلی باشن که وقتی قانون کنوانسیون نوشته میشه هم اسم حالا لاتین یا اسم محلی و همه لحاظ بشه که بعدها برداشت های نادرستی نشه و بشه اون گونه ها را شناسایی کرد و ازشون حفاظت کرد. در بند سه مروری کرده بر قول معروف تاریخچه حمایت از حیات وحش که تلاش های زیادی شده در این راستا، حالا تا در مورد ماهی یا پرندگان فوکا قوانین بین المللی تو قرن 19، 18 و 19 بر اساس یافته های علمی یه سری قوانین اومدن شروع کردن پایه‌ریزی کردن. حالا یه خلاصه از این قوانین که حالا مهمترینش قوانین همکاری بین المللی حمایت از گونه های پرندگان مهاجره که در سال 1872 سوئیس کمیسیون قاعده گذار بین المللی اومده برای حمایت از پرندگان یه پیشنهاداتی داده که در سال 1884 کمیته بین المللی پرنده شناسی اومدن تشکیل شده و این معاهده امضا شده. بعد از اون در سال 1902 کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی به تصویب رسیده و در سال 1905 اجرایی شده کنوانسیون. از حالا بحثایی که داره بیشتر این کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی تضمین حمایت کامل از گونه های پرندگان خاصه، ممنوعیت کشتن اونها، تخریب لانه هاشون، از بین بردن تخمهاشون و یا مکانهای زاد و ولدشون. و ولی همین کنوانسیون دوباره اومده برای مسائل علمی و یا تحقیقات اومده اجازه داده که بعضی از روش‌های خاص بتونن استفاده کنن و یا پرنده ها رو شکار کنن که بتونن ازشون استفاده بکنن، ولی این اجازه و این دسترسی هم داده البته طبق قانون و کنوانسیون های دیگه. و توی همین کنوانسیون حالا ذکر میشه که شاید یکی از کنوانسیون های اولیه که در مورد حیوانات و حیات وحش بوده مربوط میشه به سال 1900 که مورد کنوانسیون منطقه آفریقاست، شاید قدیمی ترین کنوانسیون ها باشه در مورد حیات وحش منطقه‌ایه. در قسمت دوم این کنوانسیون بخش دوم تنوع زیستیه که بر اساس حالا به سه قسمت تقسیم کرده: تنوع ژنتیکی، به نوعی تنوع ژن‌های میان گونه‌های حیوانات یا پرندگان، تنوع گونه‌ای که در یک منطقه زندگی می‌کنند، تنوع اکوسیستمی به این شکل. و قسمت دیگرش که حالا حائز اهمیت آثار اقتصادی، پزشکی و کشاورزیه که با مفاهیم عمیق اخلاقی و زیبایی شناسان همراست. اینم اومده توی سه تا حوزه دسته‌بندی کرده: یک، امکانات تنوع زیستی و منابع بالقوه و بالفعل تنوع زیستی، دومش مشارکت های مربوط به تنوع زیستی، سه، تنوع زیستی اومده ارزشی است برای دلایل غیر علمی و امری که دارای ویژگی اخلاقی و زیبایی شناسی از نگهداری می شود، که در این زمان اومده اعلام کرد، در اون سال البته در اون مواقع که اعلام کردن که تقریبا 15% از گونه ها توی زمین اعلام کرده که تا 25 سال آینده در حال آسیب دیدن و حتی شاید در حال انقراض باشن. اومده حالا گزارشاتی داده که در ایالات متحده خیلی چمنزارها و قسمت هایی که چیزی بوده از دست رفتن، این مسائل اومده ذکر کرد. در همین کنوانسیون در سال 1993 اعلام میکنه که 7 نوع از زیستگاه قرنی از گونه های توسعه ویژه در معرض تهدیدهای بالا بودن شناسایی کرده، عنوان کرده: جنگل های مناطق متداله، جنگل های مناطق گرمسیری، تپه های مرجانی، مناطق آب و هوای مدیترانه، جزایر دریاچه های آب شیر، که این هم جزء مناطقی بودن که در معرض خطر هستند. در همین زمینه دوباره چندین کنوانسیون هست: کنوانسیون بین المللی سکونتگاه اتحادیه اروپا 1999، کنوانسیون تنوع زیستی موافقت نامه هاست. حالا عنوان میکنه که با توجه به همه کنوانسیون ها و همه مسائلی که هست، باز هم 100% تنوع زیستی و محیط زیست حفاظت نشده و نمیشه و بعضی وقتها
ما برای اینکه یک جایی رو بتونیم حفاظت کنیم شاید به جای دیگه حتی صدمه زدیم و این مسئله که هست که متأسفانه الان هستش. قسمت های مهم دیگه هست که این کمیسیون میگه قواعد بین المللی حفاظت از گونه ها شامل تکنیک ها و مکانیزم هایی بوده که اومده اینا دستبندی کرده به این شکل، میگه تاسیسات تاسیس مناطق حفاظت شده، ممنوعیت یا مقررات مربوط به شکار گونه های خاص، معین نمودن فصول یا دیگر موقعیت های زمانی برای شکار های مجاز، قانونمند کردن شکار با استفاده از روش های درست، ممنوعیت های مقررات های مربوط به تجارت بین المللی گونه ها، مشخص کردن سهمیه ها برای شکار های گونه ها، مدیریت سکونتگاه ها، اکوسیستم ها، ممنوعیت روش و ابزارهای خاص، ممنوعیت ابداع گونه های جدید با بیگانه. به این شکل بوده. بعد این خلاصه بود از کنوانسیون مربوطه به خاطر ضیق وقت. در مقابل این کنوانسیون ما خودمون در داخل ایران قانون شکار و صید داریم که مصوبه 16346 اصلاحاتی خورده و آخرین اصلاح مرور اصلاح شده که 25975 آخرین اصلاحاتش که در 32 ماده هستش. اینجا هم به صراحت اومده قوانین شکار رو مشخص کرده، حتی نوع اسلحه‌ای که شخص میتونه شکار کنه، اگر شکار غیر مجاز کنه چقدر جریمه شه، حتی جرایم از 3 ماه تا 3 سال برای اشخاص مشخص شده، حبس، جرایم مالی مشخص شده. و اینجا هم ذکر میکنه حیواناتی رو میتونی شکار کنید که مجوز براشون صادر میشه، حیواناتی که پرندگانی که برای کشاورزی ضرر دارن، حالا قسمتش هم برای شکار ماهی و حیوانات وحشی دیگه است که حالا مربوط به این موضوع نیستش، و حتی برای زندگیری پرنده که به عنوان قاچاق استفاده بشه جرایم سنگینی گذاشته که اشد مجازات این حالا اومده اضافه کرده. و از اون برم برای حمایت از این کار اومده حمایت میکنه از ایجاد پارک‌های ملی، افرادی که بتونن حالا به صورت باقی وحش حمایت کنن از پرندگان و حیوانات، این را هم مجوز میده. ولی در چند این مواردی هست که هم قانون‌های بین المللی هم قانون اساسی ما درش هست، ولی متاسفانه خب خیلی از بخش‌ها رعایت نشده. حالا با توجه به این قوانین نقش پرندگان ها در طبیعت، کشاورزی و زندگی انسان به صورت خلاصه ها خدمتتون عرض میکنم که ببینیم چقدر مهمه، در صورتی که شاید تو دید اولیه پرندگان توی اکوسیستم یا حالا تو طبیعت یا زندگی ما از نظر خیلی ها شاید نقش آنچنانی نداشته باشن. حتی برای مهم بودنش اومدن بعد از در سال 1906 بعد از انوای کنوانسیون در پاریس اومدن روز جهانی یا روز جهانی پرندگان اعلام کردن. بس مهم بوده در دنیا، هم کنوانسیون داره هم روز جهانی داره. در کلن در حدودن در دنیا 8500 گونه پرنده داریم تو کره زمین، از این تعداد 543 گونه ما تو ایران داریم، 320 گونه در ایران مستقیما زندگی میکنن، حدودن زاد و ولد میکنن، و بیشترین نقشی هم که در کشاورزی دارن حالا به صورت تیتروار، یکی اینه که یک پرنده ما حالا بیشتر در ایران داریم به نام پرنده چرخسک سرآبی. این پرنده حدوداً چیزی که تخمین میزنن میگن سالانه 20 میلیون حشره مضر رو میتونه بخوره که برای کشاورزی مضر هستن. کلن پرندگان هم در آماری که ارائه میدن حدوداً در جهان سالانه بین 400 تا 500 میلیون تن حشرات و آفت‌های کشاورزی را به عنوان غذا استفاده می‌کنند که خودش بهترین شاید آفت‌کش باشه. پرنده ها نقش مهمی هم که دارن بحث، چون خودشون پرندگان اکثرا بر اساس دانه‌هایی که تو زمین هستش هم دونه مصرف میکنن و هم پروتئین، و خود این پرندگان اگر توی اکوسیستم و همون محل خودشون باشن باعث میشن یک سری حشرات و یک سری حیوانات دیگه هم به اون زمین ها بیان و اونجا باشن که به اکوسیستم کمک میکنن. خود پرنده ها پاکسازی طبیعت میکنن از فضولات به حشراتی که دوباره مضر باشن برای کشاورزی. پرندگان تو حالا جستهای بزرگتر
دارن موش ها رو شکار میکنن، که خود موش ها خیلی از محصولات و درختان رو دارن صدمه میزنن، که خودش بدون اینکه سمی چیزی اضافه بشه میتونن موش ها رو از بین ببرن. حالا مثل پرندگانی مثل جغ یا مثل عقاب، حالا یا شاهین که پرنده این موش ها میتونن شکار بکنن استفاده میکنن. پرندگان مهاجر به خصوص اگر به صورت چون مهاجرت میکنن به قسمتی از کشوری به حالا از منطقه منطقه دیگه، اگر مهاجرت ها در سال اینا باز هم کشاورزا میتونن کنترل کنن، هم فعالان محیط زیست کارشناسا، اگر که کوچ کم بشه معلومه که در اونجا یک اتفاق محیط زیستی افتاده و کشاورزا هم به چه شکلی اگر ببینن که پرنده ها امسال کوچ پرنده ها و یا تو زمینای کشاورزشون کمتر پرنده میاد، پس باید بدونن که زمینشون دچار مشکل شده و محصولات خوبی ندارن. خود پرندگان بعضی هاشون میان دونها را بر میدارن، مثلا برای مثل کلا میره، حالا دونهای بزرگتر مثل گردو را از درخت میکنه میبره توی زمین دفنش میکنه، که خب خیلی در واقع گم میکنه و نمیتونه پیداش کنه و سال آینده این روش میکنه و به طبیعت کمک میکنه. و یک سری از پرندگان مثل کرکس ها، اینا توی محیط جهته حالا صورت لاشه خاری میکنن و خیلی کمک میکنن که لاشه ها سریعتر خورده بشن که باعث مریضی و بیماری نشه، هم زمین ها هم تمیز میشه. یک مورد هم کرکس هست که به خاطر بوی بد، به خاطر تشخیص بوی بد لاشه ها، حتی اگر نشتی توی سیستم های گاز یا نفت باشه، چون بوی ترمن لاشه میده سریع میده اونجا و میتونن کارشناسا متوجه میشن که اونجا لوله هاشون حتی نش کرده، این هم توی صنعت کمک میکنه. بس که از نقض قوانین، حالا قوانین و خطراتی که پرندگان ها مورد تهدید قرار داده به صورت تیتفار، یکی شکارشونه، قاچاقشونه، قاچاق پرندگانه، تخریب محل زندگیشون جهت کالا کشاوری، جهت توسعه شهری و حالا صنعتی، ساختمون های بلند، دکل های تلویزیون، ساختمون های بلند طبقه، آسمان خراش ها، نشت مواد نفتی تو دریا که پرندگان آبزی را صدمه میزنه، آلاینده های طبیعی که ما توی طبیعت هاشون استفاده میکنیم، مواد پلاستیکی، ساخت فرودگاه هاست که بعضی ها در مسیر پرواز پرنده ها ایجاد میشه، هم سر و صدا هم خود پرنده ها با برخورد به آب صدمه میبینن. بعضی از پرندگان که توی زمین های کشاورزی هستن توسط ماشین های کشاورزی مثل کمباین و دستگاه های دیگه موقع درو گانداری له بشن. حالا کشاورز ها توی این مدت میان همیشه زمین ها رو از وسط درو میکنن که پرنده از دو طرف بتونن خارج بشن، ولی باز هم امکان له شدنشون هست. آسیب هایی که ما به تالاب ها زدیم باعث شد اکوسیستم پرنده ها رو به هم ریخته. و یک مسئله دیگه هم هست که بعضی وقتا به اشتباه میان پرنده ها را به خاطر اینکه بیماریاشون انتقال پیدا نکنه میان به صورت کشتارهای دست جمعی انجام میدن، که این باعث میشه که پرنده ها هم از بین برن و لاشه هاشون باعث میشه پرنده های دیگر هم از بین ببرن. و بحثی که هست حالا به صورت راهکارهای پیشنهادی که بتونیم حداقل کار انجام بدیم و بتونیم این وضعیت را نگه داریم و بیشتر بدتر از این نشه، راهکاری که میشه ارائه داد یکی نظارت بر تنوع زیستیه، یکی گرد همایی های جهانی بذاریم یا حال داخلی برای سیاست گذاری توی زمین های محیط زیست، تشویق پروژه ها و پژوهش های تحقیقاتی در مورد تنوع زیست و پرندگانه و آشنایی مردم با محیط زیسته. حالا در کلانش اگه بخوایم نگاه کنیم، مستقل شدن سازمان خود محیط زیسته که بتونه راحت تصمیم گیری کنه، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رفع مسائل اقتصادی شکارچیان، خصوصا مناطقی که شکارچی از طریق پرندگان مهاجر یا پرندگان دیگه میتونن امرار معاش کنن، باید اونم به صورت هم فرهنگ سازی هم به صورت اقتصادی دولت برنامه براش بذاره که بتونه اینم رفع کنه. و یکی از مسائل آموزش خود کشاورزانه که پرندگان مفید ها به کشاورزان بگن که پرنده برای کشاورزی مفید هستش، برای کشاورزا میان مثلا پرنده رو به خاطر اینکه شاید تخم زیادی از نظر کشاورز ازشون داری میخوره
پرنده ها رو میکشن یا فراریشون میدن، در صورتی که اگر همون پرنده در اون زمین وجود نداشته باشه از معادلش ملخ حمله میکنه و اون محصول رو ملخ میخوره. به هر صورتی که اگر جایی پرنده زیاد باشه ملخ ها به اون منطقه حمله نمیکنن، در صورتی که الان چندین ساله تو کشور ما ملخ ها قسمت جنوبی کشور خیلی مورد حمله قرار میدن، چون بحث تالاب ها شد خوش شدی تالاب هاست و عوامل دیگه باعث شده که پرنده ها در اون منطقه کم ترن، به جاش ملخ ها وارد شدن. در همین حد خیلی هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادی. اگر سوالی باشه بنده در خدمتون هست. خیلی متشکرم از آقای خداوند سامانی، ممنون از گزارش کامل و جامعی که در اختیارمون گذاشتین. خانم جهانبین دستشون بالا هست، اگر نکته دارم بفرمایین تا من یک قسمتی میخواستم اضافه بکنم به ادامه صحبت های آقای سامانی. بفرمایید. خیلی ممنون از شما و تشکر میکنم از آقای خداونده بابت انتخاب موضوعی که داشتن و مطالبی که ارائه دادن. خیلی از قسمتش برای خودم جدید بود، فقط میخواستم یه نکته رو به صحبتشون اضافه کنم و یکی دیگه از فوایدی هم که پرندگان دارن، بعضی از پرندگان و حتی ما میتونیم خفاش هم مثال بزنیم، به واسطه اون ماده‌ای که توی بزاق دهانشون هست و توانایی اینو دارن که گل رو بارور کنن و در تولید عسل میتونن نقش مفیدی داشته باشن. یکی اینو میخواستم بگم. یکی این که خود آقای خداوندی به قوانین ایران و قوانین شکار اشاره کردن، چیزی که ما متاسفانه توی ایران اصلا رعایت نمی کنیم و این مسئله شکار بی‌رویه‌ای که داره اتفاق می افته و هیچ استاندارد خاصی هم براش اندازه گرفته نشده، این هم یه مسئله هستش که متاسفانه مشکل ساز شده و به هر حال خیلی از پرندگانی که آقای خداوندی هم نام بردن، حالا فرقه ها، باز ها، پرستو، چکاور، خیلی از پرندگان خیلی میتونن مفید باشن، کمک کنن، به خاطر اینکه هم موش هم ملخ و هم میتونیم در واقع حلزون رو نام ببریم که این سه از آفتهای زمینهای کشاورزی هستن که میتونن در حفظ اون زمین کشاورزی به ما کمک کنن. فقط من یه سوالی از آقای خداونده دارم، این که آیا ایران این کنوانسیون رو پذیرفته یا نه، یعنی اینکه اون رو قبول کرده و داره رعایت میکنه یا اینکه نه به اون پایبند نیست. مرسی. ببینید من خدمتتون، متاسفانه هیچ جایی الان ما بند خودم شخصا تحقیقاتی کردم به هیچ قسمتی نرسیدم که ایران این کنوانسیون ها جای استناد که بگم که قبول کرده باشه، ولی خب اومده بر اساس خیلی از موارد این قانون همون شکار، صید و شکار خودش رو وضع کرده. این قانون حتی من تحقیقاتی کردم حتی اعلام نمی کنه که هر چند تا کشور جز این کنوانسیون هستن، چون این کنوانسیون یکم قدیمیه و فقط تنها کشوری که حالا به بزرگ میاد مثلا میگه حدود 20 سال بعد تازه روسیه اومد اینو قبول کرده. حالا در این حواله من خوندم، بنده خودم به یقین نمیتونم بگم که حتی چند تا کشور بر همین هم عنوان نکردم ایران قبول کرده یا نه و چند تا کشورم عضو این کنوانسیون هستن. اینا من نتونستم به استناد در بیارم، حالا باز روش تحقیق میکنم بود که حتما خدمتتون ارائه میدم. بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. یک قسمت هایی از این کنوانسیون در قالب نه در خصوص پرندگان ولی در خصوص حفاظت از منابع در قالب کنوانسیون، اگر اشتباه نکنم اسمش من یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم، اون رو ایران پذیرفته ولی اصل این کنوانسیون در هیچ جا اشاره نکردن که پذیرفته شده یا نه. و در ادامه صحبت‌های دوست عزیزمون آقای خداوند سامانی من عرض بکنم خدمت دوستان که علارغم تمام تلاش‌هایی همونجوری که آقای خداوند اشاره کردن از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 این کنوانسیون در واقع داره بهش عمل میشه، ولی متاسفانه با تمام تلاش هایی که کشورهای مختلف انجام دادن همچنان ما مشاهده میکنیم سرعت انقراض خیلی از گونه های پرندگان رو.
و این نیازمند این هست که نگاه دقیقتر و علمیتری، البته راجع به جهان داریم صحبت میکنیم، راجع به ایران که اصلا جایگاه خودش رو داره و خیلی مسائل ساده‌تر از این در واقع داره الان از بین میره، ولی رویکرد جهانی که برای این قضیه الان پیش بینی کردن، استفاده از مناطق حائل و ذخیره‌گاه‌های زیستکره و مدیریت زیست منطقه‌ای هست که گفتن که کمک میکنه این دوتا راهکار به اون کنوانسیون قبلی که در سال 1902 امضا شده، و امیدواریم که این اتفاق زودتر در همه کشورها بیفته و کمتر شاهد از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی در واقع باشیم. اگر دوستان سوال دیگه ای دارن اعلام بفرماین، اگر نه که بریم سراغ مبحث بعدی. من فکر میکنم آقای برومند همچنان مسئله اینترنت دارن، درسته دوستان؟ من تو جلسه نمیبینم شون. بله متاسفانه ایشون اینترنتشون مشکل داره، از قبل اعلام کرده بودن. فکر میکنم که بریم سراغ سخنان بعدی بهتر بوده، چون ایشون رو نداریم الان تو جلسه. بسیار عالی، پس دعوت میکنم از آقای صمد جعفری با موضوع اثرات میکروپلاستیک ها بر محیط زیست. تا اون موقع هم تا آقای جعفری صحبت میکنن امیدواریم که آقای برومن مثلا اینترشون حل بشه، اگر نه که بعد مجدد میشه پیش میاد. آقای جعفری در خدمت شما. آقای جعفری در خدمت شما هست. با عرض سلام محضر همکاران گرامی و مهمانان عزیز و کسانی که ما را از فضای یوتیوب پیگیری میکنند. سخنرانی امروز من درباره اثرات میکروپلاستیک ها بر محیط زیست هست که امیدوارم بتونم گوشه ای از این معضل بزرگ دنیای مدرن امروز رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. ابتدا مقدمه ای از این معضل بزرگ رو خدمتتون عرض بکنم و کم کم وارد بحث اصلی میشه. متاسفانه دورریز پلاستیک ها به خشکی ها، اقیانوس ها، دریاچه ها، رودخانه ها امروز به یک معضل زیست محیطی جهانی تبدیل شده. منابع تشکیل دهنده میکروپلاستیک ها در محیط به دو نوع منابع اولیه مانند مواد و لوازم آرایشی و بهداشتی و ثانویه مانند کیسه های پلاستیکی که به مرور تجزیه میشن تقسیم بندی میشن. همون جوری که اطلاع دارین پلاستیک ها، حالا بعضی ها گفتن 400 سال، بعضی ها گفتن 600 سال طول میکشه تا اینکه به اصطلاح تجزیه بشن، و متاسفانه از این بابت خیلی به اصطلاح نگرانی وجود داره. در مطالعه حاضر به اهمیت موضوع پلاستیک ها در محیط آبی و محیط زیست و اثرات اون میپردازیم. مقدار قابل توجهی از زباله ها در مقیاس جهانی توسط انسان تولید میشه و به طور مداوم افزایش پیدا میکنه. گرچه تولید زباله بین کشورها متفاوته، پلاستیک جزء اصلی زباله هاست و گاهی تا 95% از زباله های تجمع یافته که در سواحل و سطح دریا و بستر دریا وجود داره معمولا زباله های پلاستیکی هستند. تقاضا و تولید پلاستیک در سال 2013 به 299 میلیون تن رسیده که متاسفانه این تقاضا در حال افزایش هم هست. به این در حالی است که تنها 20% از اون قابل بازیافت هست و بازیافت میشه. بیشتر این موارد وارد هوا، زمین و دریا میشن. بر اساس آمارهای غیر رسمی در کشور ایران سالیانه حدود 180 هزار تن انواع پلاستیک تولید میشه. میکروپلاستیک ها معمولا به صورت ریستکه ها یا الیاف پلاستیکی یا پلیمری با قطر کمتر از 5 میلیمتر تعریف میشن. این مواد به اندازه کوچک هستند که توسط موجودات مورد استفاده قرار میگیرند و متاسفانه در زنجیره غذایی تجمع پیدا کنند. با توجه به اهمیت ویژه موضوع در آخرین کارگاه
اتحادیه جهانی تحقیقات آب در ماه ژوئن سال 2015 میکروپلاستیک ها به عنوان یکی از اولویت های مهم پژوهشی زیر نظر مرکز تحقیقات منابع آلمان رتبه بندی شده. منبع ورود میکروپلاستیک ها میتونه از منبع مستقیم مانند نشت در حوادث صنعتی و به صورت غیر مستقیم از ذرات موجود در مواد آرایشی و بهداشتی در وارد به اصطلاح فاضلاب ها میشن. میکروپلاستیک ها رو با توجه به نحوه تولیدشان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی میکنن. میکروپلاستیک های اولیه در ابعاد و اندازه های میکرو ساخته و منتشر میشن و به عنوان مثال میشه به لایه بردارها در لوازم آرایشی صورت یا مواد اولیه دانه های پلاستیکی مورد استفاده در صنایع میشه بهشون اشاره کرد. میکروپلاستیک های ثانویه هم در محیط زیست از تزیه قطعات پلاستیکی درشتر وجود میان. میکروپلاستیک ها به دلیل خصوصیات فیزیکی دارای وزن کمی هستند که باعث شناور شدن اونها و انتقال به منابع آب از جمله رودخانه ها، آببند ها، سدها، دریاها و حتی احتمال ورود به منابع آب شیرین و اقیانوس ها میشن که سلامتی انسان متاسفانه دچار مخاطرات میکنند. میکروپلاستیک ها در منابع آب و محیط زیست. تحقیقات نشون میده که تصفیه خانه های فاضلاب یکی از منابع قابل توجه در تخلیه میکروپلاستیک ها به محیط زیست و منابع آبی هستند. الیاف پلاستیکی مانند ریستکه های پارچه های مصنوعی در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب به طور فراوان یافت میشن که میتونه یکی از منابع میکروپلاستیک ها در منابع آب سطحی از جمله رودخانه ها باشن. علاوه بر منابع فوق، برخی از محققین منابع مختلفی را برای میکروپلاستیک ها نام بردن، از جمله مواد پلی اتیلنی، پروپیلن و همچنین خروجی ماشین های لباسشویی، ریستکه های لباس، پارچه، فرش، مواد آرایشی و بهداشتی، ژل های شستشو، ضد تحریق ها و شامپو هستند. ورود و مشاهده میکروپلاستیک ها در منابع آب شرب از جمله رودخانه های سطحی نگرانی های گسترده ای را به همراه داشته و از طرفی دانش و تجارب کافی برای حذف کامل یا کاهش مناسب میکروپلاستیک ها با استفاده از روش های و روش های تکنیکی و فرایندی از منابع آب شرب وجود نداره و حذف میکروپلاستیک ها در روش های تصفیه ها هم ناکافیه. در بررسی های انجام شده در ایالات متحده آمریکا 44% رودخانه ها و 64% دریاچه ها مورد بررسی دارای مشکلات بهداشتی ارزیابی شدند. جهان در معضلات پلاستیک ها از طریق رودها، آبراها و اقیانوس ها به هم پیوند خوردن. برای درک بهتر این موضوعی به مثال به اصطلاح میپردازیم که یک کشتی تجاری چینی در سال 1992 دچار سانحه شد که در اثر این حادثه 29,000 عروسک پلاستیکی در دریاها رها شدند و این عروسک ها در سفری دریایی 15 سال بعد 10,000 تا از اونا به سواحل بریتانیا با 27,000 کیلومتر دورتر رفتند. طبق مطالعه‌ای که اخیراً در انگلستان انجام شده، بیش از نیمی از مردم اعلام کردند که زباله‌ها و دورریزهای خود را به جایی که وارد سطل آشغال بکنن، متأسفانه داخل توالت‌ها می‌ریزند. گرچه تصفیه‌خانه‌ها سیستم برای جمع‌آوری چنین زباله‌هایی دارند، اما وقوع سیلاب‌ها و افزایش ناگهانی بار ورودی تصفیه‌خانه خطر ورود این مواد رو به دریا و رودخانه ها افزایش میده. تخمین زده شده که تنها در کشور نروژ که دارای سیستم مدیریت پسماند و جمع‌آوری فاضلاب منسجمی هست، سالیانه 460 تن پلاستیک از سیستم فاضلاب وارد دریا میشه. به سالیانه حدود 1,000 تن میکروپلاستیک از سیستم تصفیه‌خانه وارد محیط زیست میشه که ناشی از مصارف خانگی و شهری بوده و این موضوع
به این معناست که در سطح خاکی محیط دفع بیش از 100 تن از میکروپلاستیک ها انباشته شدن. میکروپلاستیک ها در خاک و سواحل. مطالعه در ایران در سال 2017 با عنوان ارزیابی آلودگی میکروپلاستیک ها با منشأ انسانی در رسوبات سواحل غربی استان هرمزگان انجام گرفته که نتیجه میکروپلاستیک های یافت شده به رنگ های متنوعی از جمله سیاه، سفید، شفاف، قرمز، صورتی و سبز بودند. مالچ پاشی، بقایای پلاستیک، ذرات و الیاف بسیار کوچک موجود در هوا، دفن زباله ها و دیگر رسوبات سطحی از منابعی هستند که باعث آلودگی خاک و تجمع قطعات پلاستیکی در خاک میشن. میکروپلاستیک ها در مواد غذایی و نگرانی های مربوط به سلامتی انسان ها. بر اساس یک تخمین محافظه‌کارانه وجود میکروپلاستیک ها در غذاهای دریایی اثرات کمتری نسبت به مواد افزودنی و آلاینده ها دارند. تحقیقات در مورد سمیت از جمله مطالعات در مورد اثرات موضعی در دستگاه گوارش همچنین در مورد تخریب میکروپلاستیک و پتانسیل تشکیل نانوپلاستیک در دستگاه گوارش انسان ها ضروری هست که به اصطلاح انجام بشه. در سیستم های دریایی مصرف قطعات پلاستیک توسط آبزیان ممکن منجر به مسدود شدن سیستم گوارشی، زخمی شدن دستگاه گوارش، ایجاد سیری کاذب، کاهش ظرفیت غذایی، گرسنگی، ضعف، کاهش توان مقابله با شکارچیان و در نهایت مرگ اونها بشه. گفته میشه که میکروپلاستیک ها مواد شیمیایی رو جذب میکنن و تحقیقات بر روی حیوانات وحشی نشون میده که اونها در بدن منتشر میشن. عقیده کارشناسان اگر انسان ذرات میکروپلاستیک ها رو تنفس کنه احتمالاً به بخش های عمیق‌تر ریه ها وارد میشن و به دلیل ترکیبات شیمیایی حتی میتونن وارد جریان خون بشن. مصرف میکروپلاستیک ها توسط ماهی ها سالها پیش کشف بوده. مطالعات کمی تونستن کمیت و متوسط ذرات میکروپلاستیک موجود در ماهی رو گزارش کنن. به تعداد و اندازه ذرات پلاستیکی مصرف شده به طور متوسط با افزایش سایز ماهی افزایش پیدا میکنه. مطالعات نشون داده که ماهی های بالغ که ذرات پلاستیک کوچکتر از 5 میلیمتر رو مصرف کردن وزن متوسط و میزان تغذیه کمتری دارن. نتایج آزمایشگاهی نشون میده که گروهی از ارگانیسم ها مانند زوپلانکتون ها قابلیت خوردن میکروپلاستیک ها رو دارن. قسمت زیادی از مطالعات در مورد وجود میکروپلاستیک ها در شکم موجودات ثبت شدن که معمولا انسان از اونها استفاده نمی کنه. البته برخی از ابزیان مانند میگو و ماهی و صدف ها که به طور کامل خورده میشن هم آلودن. از میان 535 ماهی جمع‌آوری شده در خلیج مکزیک 10% و ماهی های آب شیرین 8% میکروپلاستیک در سیستم گوارششون داشتن. برخورد با موزلات زیست محیطی در کشورهای مختلف دنیا متفاوته. این موضوع در مورد رویکردهای مواجه با میکروپلاستیک ها در منابع آب و محیط های آبی هم صادقه. اما در بیشتر کشورها به طور سریع مقررات اختصاصی و ابزارهای قانونی برای برخورد با میکروپلاستیک ها در منابع آب شیرین تدوین نشده. تاکنون بس میکروپلاستیک ها و اثرات آنها بیشتر در اکوسیستم های دریایی و کنوانسیون های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته. اما امروزه با توجه به ورود مشاهده میکروپلاستیک ها در آب شور تحقیقات و اتخاذ نظارت ها و تصمیمات اساسی بیش از همیشه ضروری هست که انجام بشه. نتیجه گیری تاثیرگذاری کلی میکروپلاستیک ها بر انسان در 3 دسته کلی قرار داره. یک تاثیر مستقیم بر سلامتی انسان با استفاده از مصرف اولیه آبهای حاوی میکروپلاستیک ها.
دوم استفاده از موادی که به نوعی با آبهای آلوده به میکروپلاستیک ها در تماس بودند. سوم تغییرات در اکوسیستم ها. مطابق با نتایج حاصل از تحقیقات سازمان های محیط زیست در کشورهای مختلف از جمله هلند، آلمان، آمریکا، با استفاده از رویکردهای فرهنگی و آموزش مردم در جهت آگاهسازی از ورود و خطرات این مواد در منابع آبی، تونستن میکروپلاستیک‌های ناشی از محصولات مصرف خانگی از جمله شامپوها و مواد آرایشی و بهداشتی رو کنترل بکنن و کاهشش بدن. بر اساس تحقیق جدیدی که به تجزیه و تحلیل ماهی‌ها پرداخته، بیش از یک چهارم ماهی‌های فروخته شده در بازار کالیفرنیا و اندونزی در بدن خود پلاستیک دارند که مصرف آنها مطمئناً اثرات منفی بر سلامت انسان‌ها خواهد داشت. مواد غذایی دریایی معمولاً به صورت تمیز شده و بدون دستگاه گوارش توسط انسان مصرف میشه. لذا به دلیل احتمال وجود میکروپلاستیک ها در سیستم گوارش موجودات، انسان کمتر در معرض خطر میکروپلاستیک ها قرار میگیره. از این طرف بیشتر. ولی برای گونه های ریزماهی و میگو این به اصطلاح صادق نیست. با توجه به این که میکروپلاستیک ها به میزان فراوان در محیط زیست آبی، خاکی و مواد غذایی به خصوص غذاهای دریایی مثل ماهی و میگو پراکنده شدن، نیاز به تحقیقات بیشتری درباره اثرات موضعی در دستگاه گوارش انسان، حیوانات و همچنین در مورد تخریب میکروپلاستیک ها و پتانسیل تشکیل نانوپلاستیک ها در دستگاه گوارش، خصوصا دستگاه گوارش انسان ضروری هست. جالبه بدونیم که حدود 40 کشور دنیا تولید و عرضه کیسه های پلاستیکی رو ممنوع اعلام کردند و از اعلام جریمه تا تخفیف و جایزه برای خریداران در نظر گرفته شده. به طور مثال بنگلادش 15 سال پیش، کنیا و رواندا از 9 سال پیش و آفریقا که پاکترین کشور قاره آفریقا هستش، تولید و عرضه کیسه های پلاستیکی رو ممنوع اعلام کرده و حتی جریمه نقدی تا 38,000 دلار رو، و اگر فرد نتونه به اصطلاح پرداخت بکنه 4 سال زندان رو براش تعیین کردن. و از شرکت ها و افرادی که کیسه های کاغذی تولید میکنن حمایت میکنن. اما در ایران متاسفانه هیچ قانون رسمی جهت محدود کردن تولید و عرضه پلاستیک وجود نداره. فقط بعضی افراد به صورت خودجوش فعالیت هایی میکنن. مثلا موردی اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه آقای به اسم علی آقای نونواییه که در خرمدره به مشتریانش در صورتی که کیسه پلاستیکی استفاده نکنن 2 تا نون مجانی میدن. لذا پیشنهاد میشه تولید و عرضه مواد آرایشی پلاستیک ها و استفاده از کیسه های پلاستیکی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و یا قوانین سختگیرانه تری تصویب بشه که پلاستیک کمتری وارد بازار و زندگی مردم بشه. با امید اون روز و با حمایت بیشتر مردم از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، قطعا خواهیم توانست به زودی به اون برسیم. موارد نقضی که تو این به اصطلاح سخنرانی وجود داره، نقض هدف نهم بروزرسانی صنایع و سازگاری اونها با محیط زیست و گسترش پژوهش‌های علمی، نقض هدف 12 کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت، مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف، نقض هدف 14 کاهش آلودگی دریاها و اقیانوسها از سند 23 یونسکو و همچنین مغایرت داره با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبرشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب و غیر قابل جبران آن ملازمت پیدا کند ممنوع است. از اینکه حوصله به خرج دادین و به عرایض بنده گوش دادین سپاسگزارم. اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم. من مایک رو
بسیار متشکر آقای جعفری، بسیار توضیحات کامل و جامعی بود. کمتر از یک قرن پیش ما شاهد این بودیم که صنعت پلاستیک سازی رو ما به سرعت در دنیا دیدیم که رشد کرد. در روزهای اول شعار اون صنعت این بود که در راستای حفاظت از محیط زیسته و هیچ زمانی اون زمان که داشتن این کار رو انجام دادن فکر نمی کردن که الان انقدر موزل بزرگی بشه، برای اینکه درخت های کمتری قطع بشه و کیسه های کاغذی کمتری در واقع باشه گفتن خب کیسه های پلاستیکی درست میکنیم و کمک میکنیم به محیط زیست. ولی با توجه به توضیح که آقای جعفری دادن و همه ما میدونیم که خود این مسئله پلاستیک الان به گونه ای شده که به این راحتی ها نمیشه جمعش کرد. من خیلی ساده از توضیح آقای جعفری بخوام استفاده بکنم، اینکه چون بحثمون راجع به میکروپلاستیک ها بود، هر قطعه پلاستیکی رو که کمتر از 5 میلیمتر اندازش باشه رو ما اصطلاحاً میگیم میکروپلاستیک، که بر اثر تجزیه پلاستیک ها در فضای آزاد خاطر آفتاب و باد و بارون در واقع وجود میاد، که کامل آقای جعفری توضیح دادن که تا چه قسمت های از زندگی ما ها اومده و آمیخته شده با زندگی همه ما. یکی از چیزهایی که الان در واقع به جد بهش رسیدن در تمام دنیا و متفق قولم بهش این که ورود میکروپلاستیک ها به زنجیره غذایی ما انسان هاست، که تأثیراتی که داره بسیار تأثیرات بدی است در خصوص تولید مثل، در خصوص سلامتی های ریه و مناطق تنفسی بسیار تا بسیار تأثیر میذاره. خوشحال میشم اگر دوستان سوالی یا نکته در این خصوص دارن بشنم صداشون رو. خانم آقا بیگی دستشون بالا هست، بفرمایید. خیلی ممنون، خسته نباشید. در مورد پلاستیک هم پسم خدمتتون عرض کنم که والا پلاستیک ها که متاسفانه توی این قرن یکی از مشکلات جدی شده و در واقع شایع‌ترین نوع زباله ها هستن دیگه و بقایاش هم که حالا توی مجزیست میمونه و همینجور که آقای جعفری فرمودن دیگه از اقیانوس ها، از دریاها و تمام محیط رو آلوده میکنه. ولی خود این پلاستیک یه دونه موادی داره به نام کربن دیوکسید که در واقع اون باعث همون گرمای جهان هم میشه، یعنی این که میگن که روبه گرما هستیم یکی از علتاش هم همین ماده شیمیایی هست. یکی از چیزهایی که خیلی من می‌خواستم راجع به اینجا صحبت کنم در مورد پلاستیک، خیلی ما استفاده می‌کنیم متاسفانه در مورد این آب معدنی ها که بطری‌هاش از پت هستش. در واقع این آب معدنی، حالا همه فکر می‌کنن که عکس یک کوه هم روش و از یک چشمه است و همه داریم آب معدنی استفاده می‌کنیم، ولی متاسفانه همین آب معدنی وقتی که در مقابل نور خورشید یا گرما قرار می‌گیره همون ذرات رو ایجاد میکنه و باعث میشه، یعنی به نظر من این آب معدنی هایی که الان یعنی واقعا شده تجارت، یکی از عاملایی که یعنی سلامت انسان رو به هم میزنه. این خیلی نکته مهمی که ما اینا رو اجتناب کنیم از این آب معدنی، که چون خود آب معدنی برای اینکه خب بمونه بهش مواد فلوراید میزنن، فلوراید که خودمون آدم به هر حال میدونیم توی نمک هم هست ولی سرطانزا هستش، یکی از مواد شیمیایی خطرناک، که همه اینا هم در واقع بیسش مربوط میشه به همون مسئله تجارت آب معدنی، حالا فلوراید باشه یا هر چیز دیگه. ما اگه بتونیم واقعا از این چیزا اجتناب کنیم، یا حتی همین لیوانه قهوه که ما میخوریم، یعنی اون درپوشایی رو که میذارن روش این قهوه، یعنی واقعا خیلی مسئله شاید کوچیکه، چه میدونم هر روز آدم باهاش درگیر باشه ولی اصلا توجه بهش نکنه. این گرما، یعنی وقتی گرما به این پلاستیک میخوره این ذرات آزاد میشه و متاسفانه بالانس بدن و هورمون بدن و تمام سلولای بدن رو به مرور تحت تاثیر قرار میده. به خاطر همینه که تو این قرن و تو این عصر ما انقدر بیماری های مختلف و جور با جور داریم که اصلا ناشناخته شده است. به خاطر همین من یعنی خواستم این نکته رو فقط عنوان کنم که تا میتونیم پرهیز کنیم، مخصوصا از آب معدنی که من متاسفانه میبینم خیلی استفاده میکنم. پس هم این نکته رو بگم، ممنونم که مایک در اختیارم گذاشتید. سپاس از شما. بله دقیقا همجوری میفرمایین آمیخته شده در واقع عجین شده یه جوری با زندگی روزمره ما و پلاستیک. امیدوارم که قول شما روزی برسه که هممون رعایت بکنیم و
کمتر شاهدش بشیم. اگر سایر دوستان نظری یا صحبت خاصی دارن عنوان بفرمایند، اگر نه که بریم بپردازیم به بحث بعدیمون. بله، موضوع بحث آزاد رو داریم با حق محیط زیست در خصوص وضعیت تالاب‌های ایران. من یک به عنوان مقدمه عنوان کنم موضوعی رو که ما در کشور خودمون ایران وضعیت تالاب‌هایی که الان داریم اصلا وضعیت خوب خوشایندی نیست و چون بگیم کاملا وضعیت بحرانی است. حدود 3 میلیون هکتار اراضی کشورمون ما تحت پوشش تالاب هاست و این فوق‌العاده رقم بالایی است و متاسفانه داریم میبینیم و میشتمیم همونیم که هر روز اخباری در خصوص خوش شدن این تالاب ها داریم میبینیم. من جمله رو کوتاه بکنم با یکی از سخنان معاون محیط زیست ایران در خصوص تالاب ها که ایشون عنوان کردن به دلیل خشکسالی متوالی، توسعه کشاورزی و حفر چاه های غیر مجاز شرایط بحرانی شده، که من بعید میدونم این باشه و حالا دوستان نظر دوستان رو هم بشنویم و راجع به این بحث گفتگو بکنیم. هر کدوم از دوستان اگر که مایل هستن صحبت بکنن در خدمتشون هستم. من یکی از دوستان دستشون بالا هست، منتها اسمشون رو خانم جهانبین هستن. بفرمایید. خیلی ممنون از شما. در مورد وضعیت تالابای ایران، من حالا اول میخواستم یه چیزی رو توضیح بدم به همه دوستان. 2 فوریه 1971، یعنی سال 1971، به این مسئله، یعنی در واقع حالا بهتر اینجوری شروع کنم. تالاب ها فضاهایی هستن که خب خیلی اهمیت دارن به واسطه اینکه زیستگاه خیلی از پرندگان و حیوانات آبزی هستن و این اهمیتش باعث شد که یک کنوانسیونی تهیه بشه برای توجه به این مسئله به نام کنوانسیون رامسر که در تاریخ 2 فوریه سال 1971 بود. و اگه دقت کنید اسم ایرانی داره به اسم کنوانسیون رامسر، به خاطر اینکه تنها کنوانسیونی هستش که به پیشنهاد کشور ایران اتفاق افتاده. آقای اسکندر فیروز زحمتش رو کشیدن و در شهر رامسر این کنوانسیون تهیه شد و حالا میتونید به تمام اون آیتماش رو بخونید. اما یه چیزی که من حالا این مقدمه رو گفتم که به اینجا برسم، پیشنهاد میکنم همه دوستان از وبسایت ramsar.org در واقع یه نگاهی داشته باشن به این وبسایت، به خاطر اینکه در مورد وضعیت تالاب‌های تمام کشورها صحبت کرده و ایران به عنوان کشوری که خب به هر حال تعداد تالاب زیادی داشته و خودش هم جزء اولین کشورهایی بوده که توجه جهان رو به این مسئله، به مسئله اهمیت تالاب‌ها جلب کرده، اسمش توی این سایت با همه بیوگرافیش و همه اطلاعاتش موجوده. در حال حاضر 25 تا تالاب از ایران توی این وبسایت ثبته که شما میتونید ملاحظه بکنید چه تالاب‌هایی هستن و چه خصوصیت‌هایی دارن. اما توی این سایت رامسر یه لیستی قرار داره به اسم لیست مونترو که توی اون لیست میان تالاب‌هایی رو قرار میدن که متاسفانه وضعیت خوبی ندارن، حالا یا خشک شدن یا در معرض خشک شدن هستن و اگر که این اتفاق براشون بیفته و رسیدگی لازم بهش نشه، اون تالاب مد نظر از این وبسایت رامسر، از این سایت رامسر حذف میشه و خب به هر حال از نظر ملی برای کشور وجه خوبی نداره. از این 25 تالابی که ایران ثبت کرده، 6 تای اون توی این لیست مونترو قرار داره متاسفانه. و همینطور با وجود اینکه بارها تذکر داده شده به کشور ایران که این به این مسئله رسیدگی بکنن، پیگیری بکنن و این تالاب‌ها رو احیا بکنن،
متاسفانه اتفاق مثبتی که نیفتاده هیچی. ما داریم توی اخبار میبینیم که روز به روز اتفاقهای بدتری هم داره میفته و به حدی رسیده که متاسفانه خیلی از پرندگان مهاجر دیگه به ایران مهاجرت نمی کنن و حتی حیات برای سایر گونه های حیوانی که اون اطراف تالاب زندگی می کنن و یا حتی انسان های اون حومه اون تالاب زندگی می کنن و شهرهای اطراف اون تالاب هستن متاسفانه مختل شده و با مشکل مواجه شده. مرسی آقای قزلباش، میکروفون در اختیارت. سپاس از شما خانم بین، مرسی از توضیحاتتون. آقای خداوند سامانی در خدمت شما هستیم، توضیحات شما رو بشنویم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. همونطور که خانم جهانی فرمودن، ولی ایران 25 عنوان تالاب داره که مجموعاً 44 تا تالاب هن. حالا بعضی از دوستان های ما تالاب ها مثلا خودشون 4-5 تا تالاب هن که حالا به یک اسم ثبت شدن و مثلا اساسی که الان هستش و دوستان هم امان کردن این تالاب ها به خاطر چاهای بیرویه که حبس شده، سدهایی که روش روی رودخونه ها و مسئله آب تالاب ها احداث شده، تالاب های ما خیلی هاشون خوش شدن یا در حال خوش شدن هستن و یا بحث هایی که هستش روش های یکی هم یک مثلا مالا بسیار طبیعی بوده، نزولات جوی بوده که خب بارندگی تو این چند سال اخیر کم بوده و تالاب ها را تحت شعاع قرار داده و تالاب ها رو به خوش شدن رفتن، ولی عمده این مسائل همین چاهاست که ببینید ما سال 57 آماری که خود دولت اعلام میکنه در حدود میگه 60,000 تا چاه عمیق چاه در ایران بوده، الان رسیده به 900,000 تا چاه که باز هم میگه 40% حدود 40% این چاه ها غیر مجازن، یعنی بدون مجوز احداث کردن، ولی خب به خاطر مسائل اقتصادی سیاسی خیلیاشو نمیتونن مسدود کنن. خب اینا مدام دارن آب برداشت میکنن و یک مسئله دیگه صد هاست که ما اول انقلاب 19 صد داشتیم، الان صدامون رسیده به 72 صد. اینها باعث شده که تالاب ها رو به خشکی برن، حقابه های تالاب ها رو از رودخونه ها و سدها نمیتونن برداشت کنن و چند سال پیش هم قرار بر این شد که وزارت نیرو موظف شد که حقابه تالاب ها رو بده ولی متاسفانه نمیده، مثلا سد تالاب گاوخونی که خشک در اصفهان حقابهش از سد زاینده بوده، در صورتی که سد زاینده اصلا خودشان آب نداره و یا برداشت بیرویه باعث شده که آمده. خیلی از این مسائل یا تالابه حالا برای چه ارومیه و به این شکل خوش شدم متاسفانه. همین خاطر خدمت رو عرض کنم. سپاس از شما جناب خداونده. بله متاسفانه نکاتی که میفرمایین مسائلی است که عنوان میکنن که حالا کمبود بارش ها و چاهای عمیق و عقابه در واقع تالاب با و مسائلی از این دست، ولی من نکته ای رو میخونم در روزنامه اعتماد که وابسته به خود دولت هست، در واقع چند روز پیش هم چند وقت پیش روز تالاب با نوشته بود که اگر در 8 سال گذشته مدیریت محیط زیست ما، مدیریت کلان ما اصلا هیچ کاری برای تالاب ها نمی کرد، ما وضعیت ما خیلی بهتر بود. یعنی اصلا هیچ کاری نمی کردن. یعنی عدم سوء مدیریت، در واقع ما نمیتونیم از این چشم پوشی بکنیم که سوء مدیریتی که ما داریم شاید از اون اهمیتش از اون بارش ها از اون چاه های نه اینکه اونها بی تاثیره، چاه های عمیق و اون خشکسالی ها حقاب ها و و و همه این مسائل هست، ولی مسائل مدیریتی در واقع مسئله ای است که به نظر من بسیار حائز اهمیت و قابل دیده شدن. خانم کیا دستشون بالا هست، در خدمتتون هست. خانم کیا سپاس از شما بابت وقتی که به من دادین. خدمتتون عرض کنم که اهمیت حفاظت از تالاب ها در حفاظت از تنوع زیستی مطرحه. وقتی که تالاب خشک میشه کانون تولید ریزگرد میشه و اثرات زیست محیطی بد زیست محیطی زیادی داره، چرا که این ریزگردا که تولید میشن در واقع به طور میتونن تا شعاع 500 کیلومتری استانهای نزدیک اون منطقه رو در بر بگیرن. این ذرات ریز بستر تالاب ها با حداقل قدرت وزش بادشون پراکنده میشن
و از طریق چشم و پوست و تنفس جذب میشه و باعث بروز بیماری های صعب العلاجی میشه. از طالب هایی که توی ایران واقعا وضعیت سخت و بغرنجی دارن، ارومیه، هامون، گاوخونی و حورالعظیم هستش. حورالعظیم تالابی هستش که توی شادگان، توی خوزستان هست و خیلی از روستاهای اطراف از این تالاب در واقع امرار معاش میکنن، به خاطر اینکه روستاییان اون منطقه احشام دارن، گاومیش، گاو، گوسفند، و اینا آب زیادی مصرف میکنن و از تالاب اینا به اصطلاح سیراب میشن و استفاده میکنن. وقتی که تالاب حورالعظیم خشک میشه، احشام از بین میره، یعنی امرار معاش مردم اون روستاها واقعا در خطر میفته. مضافه بر این که کشاورزی هم از بین میره. حالا درسته که مصرف بی رویه آب توی کشاورزی باعث خشکسالی اون تالاب ها میشه، ولی در کنار تالاب ها بالاخره یک کارای کشاورزی میشه انجام داد، یا اینکه از ماهی ها و آبزیانی که توی تالاب ها هستن استفاده میکنن، روستاییان اونا رو صید میکنن یا پرورش میدن، به هر حال امرار معاش میکنن. و متاسفانه از زمانی که این تالاب ها خشک شدن، چه حورالعظیم، چه ارومیه و بقیه مردمی که امرار معاششون از این تالاب ها بوده با مشکل مواجه شدن. این نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و همچنین خشک شدن تالاب ها حالا تبعات زیستی خیلی زیادی مثل کاهش حجم سفره های آب زیرزمینی رو هم به همراه داره. ممنونم که مایک رو در اختیار من گذاشتید. سپاس از شما، ممنون از توضیحاتتون. خانم ما بیگی دستشون بالا هست، در خدمتتون هستم. درود بر شما. من دوستان همگی به نکات خوبی اشاره کردن. من میخواستم یه مسئله رو حرص کنم، این حفاظت از تالاب ها، یعنی واقعا یک چجوری بگم، در واقع یه سواد خاصی میخواد که تو کشور ما اصلا وجود نداره همچین چیزی. یعنی اون سوء مدیریت در تمام بخش رو که دیده میشه، در خصوص این بخش هم که خب مشخص شده. از تالاب ها چجوری میتونن حفاظت کنن؟ یعنی ما الان ببینید مثلا پساب‌های کشاورزی، پازلاب‌های بیمارستانی، پازلاب‌های صنعتی، انسانی، همه وارد رودخونه میشه. هیچ مدیریتی یعنی نمیشه، واقعا اینو نمیتونن اینو کنترل کنن. خب تالاب هم که از رودخونه ها میان تغذیه میکنن، به خاطر همین آلوده میشن. خب وقتی هم که آلوده میشن، همونطور که خانم کیا فرموده، تنوع زیستی هم از بین میره. ما چقدر پرنده داریم که اصلا در خصوص اون مقفس اولمون چقدر پرنده مهاجر داریم، ولی خب وقتی تالابا خشک بشن اونها هم مهاجرت نمی کنن. و یکی از چیزایی که خیلی از مهمه همین آلودگی نفتی هستش که توی تالابا، یعنی پرندگان هم که دوچار همین مسئله میشن. یعنی ما، یعنی اون بیس قضیه که میگن که خانه از پای بس ویرانه است، به خاطر سوء مدیریته. به خاطر این سوء مدیریت در واقع ما تالابامون رو داریم از دست میدیم، یعنی هیچ کنترلی روش نیست. و هر بخشی که بخوایم در واقع توجه داشته باشیم، میبینیم که اون سوء مدیریت باز انقدر پوشش میده که تمام اینا رو از بین میبره. متاسفانه خواستم این رو عرض کنم خدمتتون. هم مرسی، ممنون که مایک رو اختیار گذاشتید. سپاس از شما خانم بگی. بله، دقیقاً موضوعی که اشاره کردیم بحث مدیریت هست که بسیار بحث مهمیه. جلسات قبلی هم همیشه این فکر می‌کنم آخرش در نهایت یکی از موضوعات جلسه جمع‌بندی ما همین بحث مدیریت متاسفانه میشه. امیدواریم که شاهد بهبود این قسمت باشیم. دوست عزیزم آقای پوریا دستشون بالا هست، متاسفانه فامیلشون رو ندارم، مگر هم ماگ رو براشون باز بکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بنده هم با خانم آقابیگی موافقم.
ما اگه بخوایم کلا به هر قسمت از مشکلات جامعهمون که نگاه کنیم، از جمله محیط زیست، باز برمیگردیم به مشکل سوء مدیریت و اینکه هر کسی بنابر رانت و پارتی بازی میاد یه سمتی تو جامعه ما بهش میدن، در صورتی که اون کار مثل محیط زیست و که یک کار فوق العاده تخصصی یک شخصی با بر اساس ناشایستگی اومده مدیریت یک بخشی از همین محیط زیست بر عهده میگیره، در صورتی که اصلا سواد این کار رو نداره و شرایط میشه به این صورت که الان تالاب هامون در این وضعیت قرار داره، دریاچه عمومی به اون شکل، محیط آلودگی هوا به یک شکل دیگر، و الان هم چندین ساله که حالا من خودم اهل اصفهان هستم و مشکل کشاورزی اصفهان خیلی خوب در جریانش هستم، اینکه کاملا بر اثر برداشت بیش از حد از سد زاینده رود و اینکه آبهای سد زاینده رود هر به هر قسمتی که از شهر، یعنی برای دولت مردای ما منفعت داره، میان این آب انتقال میدن، لوله کشی میکنن و خب اینا تمام این کارهایی که انجام میدن همش بر اساس اینه که هیچ مدیریت پشتش نیست و کاملا منفعت طلبانه و حالت درآمدزایی که دولت داره بهش نگاه میکنه و مشکلاتش میشه مشکلات برای کشاورزا، برای جامعه خودمون و شرایط محیط زیست کشوره. مرسی از اینکه مایک در اختیار من قرار دادید. سپاس از شما، ممنون که در زمان گذاشتی نظراتتون رو با ما. بله متاسفانه بحث مدیریت هم روی که مورد ایگه هم اشاره کردم موضوعی که گریبانگیر بحث محیط زیست ما هست و حالا هم حالا دست بردار نیست. و قسمت تأسف بار جریان اینه که ما متاسفانه پیرو بحث اولمون که آقای خدابنده زحمت کشیدن، اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم به این که ما یه سری زیستگاه ها رو داریم برای از بین نرفتن و جلوگیری از انقراض گونه های جانوری و گیاهی. بعد جریان اینه که ما یک سری از دریاچه ها و در واقع تالاب هایی که در کشورمون ایران واقع هست جزء این ذخیره‌گاه زیستگاه های کره زمین هست متاسفانه. از بعد جریان اینجا افتادن دریاچه هامون، پریشان، ارومیه، خورخوران و میانکاله جزء این ذخیره‌گاه های زیستکره هستن که باید در اونجاها جلوگیری بشه از انقراض گونه های جانوری و گیاهی، ولی خب خود این تالاب ها دریاچه ها هم متاسفانه به خاطر عدم مدیریت و سایر مسائلی که دوستان بهش اشاره کردن در حال از بین رفتن هستن و ما به عنوان مثال مثلا تالاب گاوخونی رو داریم که تقریبا 96% از وسعت خودش رو از دست داده و با کمتر از 4% داره به زندگیش ادامه میده و واقعا اینجا تأسف داره. امیدواریم که فقط زودتر راه حلی بیندیشن مدیران و بتونیم شاهد بهبود این شرایط باشیم. خانم جهانبین دستشون بالا هست، در خدمتتون هستم خانم جهانبین. خیلی ممنون از شما که مجددا وقت من دادید. من یه سوالی داشتم، حالا خوشحال میشم نظر همه دوستان رو بدونم. تا اونجایی که حالا هممون اتفاق نظر داریم بحران مدیریتی هستش، اما خودمون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد عادی چیکار به نظرتون میتونیم بکنیم برای اینکه بتونیم لااقل یک کمکی بکنیم به این وضعیت تالاب‌ها؟ حالا قطعا در سطح خیلی وسیع کاری نمیتونیم بکنیم، اما معتقدم که حالا حتی راهکارهای کوچیک در حد هر فرد هم شاید بتونه یه قدم کوچیکی برداره. خیلی دوستان نظر دوستان رو در این مورد بدونم، اگر که راهکاری به ذهنتون میرسه که یک شهروند عادی بتونه اون کار رو انجام بده ممنون میشم بگید. مرسی. بله اگر دوستان نظر خاصی دارن در این خصوص خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم و به گفته خانم جهانبین باید آدم از خودش شروع بکنه دیگه. این از خود حرکت کردنه میتونه در واقع تاثیر الان در نهایت داشته باشه. آقای خداوند سامانی در خدمتون هستیم،
نظرت شما رو بشنویم. تشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. ببینید کاری که ما خودمون میتونیم انجام بدیم، یک بحثی که هست کلا توی بحث محیط زیست، اطلاع رسانیه و عدم آموزشیه که هم حالا افرادی که از محیط زیست استفاده میکنن، مثل کشاورزا، هیچ گونه آگاهی و اطلاعاتی ندارن و بهشونم نمیدن. شاید یکی از بحثایی که از اطلاع رسانی و آموزش کشاورزان باشه ساده ترین بخشه. من خودم بچه کشاورز هستم، میتونم پدرم آموزش بدم، دیگری آموزش بدم، یا اطرافیانی کشاورزی میکنن آموزش بدم. متاسفانه آموزش نمیدیم. اولین چیزی که مد نظر خودمونم هست همینه که خب از آب بیشتری برداشت کنیم و کشاورزی و محصول بیشتری داشته باشیم. یک مسئله عدم آموزش هست، حالا که دولت که به جای خود اصلا آموزش نمیده، خود افراد هم متاسفانه مسائل اقتصادی و لحظه‌ای را فقط می‌بینن. یک مسئله دیگه هم هستش، ببینید خود افرادی هم که در بحث سیستم مدیریتی هستن همینطوره، اونها هم یک فرد هستن مثل ما، من شما دیگری در پست مدیریتی قرار گرفتیم دیگه، که اونها هم همین مشکل دارن، نمیان آینده نگری کنن، همون لحظه و همون مسائل پست ها میبینن و متاسفانه تصمیماتی میگیرن. ببینید بحث حالا آینده رو که هستش، اومدن در چند سال اخیر زمان آقای احمدی نژاد، مردم اومدن میشه آقای احمدی نژاد گفتن که بالا دست که دست اومده چهار ماله سامانه، اومدن بهشون آقای احمدی نژاد گفتن که آب از منطقه ما رد میشه، سد توی قسمت شهر ما هست ولی ما اجازه برداشت نداریم. خب اومدن خود این مردم فشار آوردن متاسفانه به خاطر عدم آموزش، در صورتی که تا اون لحظه که دولت احمدی نژاد اومده بود این مردم که از تلف نشده بودن از گرسنگی، که کشاورزی خودشون رو داشتن، آب خودشون رو داشتن، شغلای دیگه داشتن، ولی همین مردم به خاطر اینکه عدم آموزش داشتن اومدن چیکار کردن؟ فشار آوردن به دولت، اونم به خاطر مسائل سیاسی اومد چیکار کرد؟ اجازه برداشت بی رویه آب داد که الان سد زاندرود به این شکل افتاده، هم از اون بعد سد آب نداره، از اون پایین دست آب نداره. و مهمترینش میگم خدمتتون فقط بحث آموزش که از خودمون باید شروع کنیم و دلمون بسوزه برای آیندگان و آینده خودمون، که بدونیم که آب مهمترین چیز الان آب در ایران، که حالا چه از تالاب برداشت میشه که منبعش تالاب، چه تالاب باشه چه چاه باشه هر قسمت دیگه باشه. ممنون. بسیار متشکرم آقای جعفری، دستشون بالا هست، خدمتتون هستم آقای جعفری. با سلام مجدد، من یه به اصطلاح پیشنهادی که به نظرم میرسه ماها که به صورت عمده دسترسی نداریم که به اصطلاح بتونیم کار خاصی رو انجام بدیم، یکی از چیزایی که من به نظرم میاد که خیلی میتونه کارساز باشه و مهم باشه، استفاده از این شبکه‌های به اصطلاح اطلاع رسانی هست که تو فضای مجازی که الان به اصطلاح وجود داره میتونه یه عامل خیلی خوبی باشه. حالا کسانی که توانش دارن مثلا کلیپ های کوچیکی به اصطلاح ساخته بشه و تو فضای مجازی گذاشته بشه و کلن اطلاع رسانی از طریق این فضای مجازی میتونه به نظر من خیلی کارساز باشه. حالا در زمینه های مختلف، خصوصا مثلا بحث تالاب ها، حالا هر چیزی که در ارتباط با محیط زیست باشه که بشه به هر حال یه تعداد افراد ازش استفاده ببرن، اگر که به اصطلاح بهش توجه بشه و بهش نگاه بشه میشه به اصطلاح تحولی ایجاد کرد به نظرم. ممنونم. بسیار سپاسگزارم از شما. بله، همونجور که دوستان و شما اشاره کردین، اطلاع رسانیه و شفاف سازی تاثیر داره، ولی باز به نظر من توی نتیجه شاید نتونه خیلی کمکی بکنه. یعنی ما میتوانیم به سایرین، میتوانیم به سایرین آموزش بدیم، میتوانیم به دنیا مثلا نشون بدیم که فلان اتفاق توی فلان قسمت از کشور افتاده، میتونیم به اطلاع رسانی در حد گروه ها و اینستاگرام، یوتیوب و جای دیگه انجام بدیم، ولی اون شخصی که باید تصمیم درست رو بگیره به نظر من شاید خیلی روی اون در حال حاضر نتونیم الان برای اون کاری انجام بدیم. خانم جهانبین دستشون بالا هست، در خدمتتون هستم. خانم جهانبین
ممنونم. من اول هم تشکر میکنم از دوستان بابت ارائه راهکاری که دادن. منم با این قضیه آموزش موافق هستم، چه توی از پایه دیگه باید شروع بشه دیگه، حتی از مهد کودک و مدارس باید شروع بشه، اجازه کتابهای درسی باید باشه. حالا اگه خودمون رو نگاه کنیم، وقتی که اطرافیان ما، حالا بزرگترهای ما از بچگی به ما نگفته باشن و نگفته بودن، خب هیچ درک درستی از این قضیه نداری. یعنی کسی که خودش نمیدونه نمیتونه چیزی رو به دیگری آموزش بده و این مسئله خیلی مهمه که آموزش داده بشه. اما یه چیز دیگه که فکر میکنم میتونه تاثیرگذار باشه، بحث این هستش که معترض باشیم، انتقاد بکنیم، تجمع اعتراضی برگزار بکنیم، مثل اینکه مثلا بازنشسته ها برای حقوق و مزایاشون تجمع برگزار میکنن، یا الان با توجه به انقلابی که در ایران هست برای حقوق زنان و حقوق مردم و حقوق انسان ها دارن اعتراض میکنن. یکی از مسائلی هم که هستش که فکر میکنم باید خیلی توجه بیشتری بهش بشه، اعتراض و پیگیری حق محیط زیست هستش که واقعا توی ایران به خاطر اینکه خودمون آموزش درستی ندیدیم خیلی شاید الان درکش نکنیم، اما اگر که کمی مطالعه بکنیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم که این محیط زیستی که الان داریم به این شکل تبدیلش میکنیم واقعا جای زندگی، یعنی اون کشور جای زندگی برای نسل آینده نیست. از هر طرف که بخوای نگاش بکنی، چه بحث آلودگی هواش، بحث آبهای زیرزمینی، آبهای روزمینی و از همه نظر منابع طبیعی که متاسفانه بیش از حد استاندارد مصرف شده و استفاده شده. و فکر میکنم این بحث آموزش و انتقاد و مطالبه گری در مورد محیط زیست دو مسئله هستش که ما هممون میتونیم انجامش بدیم، بدون اینکه من با صحبت آقای رضاباش تا حدودی موافق هستم، بعضی از کارها از فقط مردم بر نمیاد، یعنی نیاز به یه همت کلان داره، نیاز به یه کار گسترده داره توسط کسانی که قدرت دستشونه. اما وقتی که توسط مردم عادی گفته بشه، مطرح بشه و پیگیری بشه، انتقاد بشه، آموزش داده بشه، من مطمئنم که بی تأثیر نخواهد بود. و مرسی از دوستان که پیشنهاد دادن. سپاس از شما، ممنون. وقتم همطور هست. آقای پوریا دستشون بالا هست، شما باشه آقای پوریا. سلام مجدد. من موافقم با بخش آموزش، ولی مدیریت نقشه به نظر من کلانتری داره. و یه موردی که دیگه ای که هست، خب ما الان خیلی همون، یعنی حتی خود کشاورزم این آگاهی دارن، آموزش دارن و حتی اعتراض هم کردن، مثل کشاورزای اصفهان که گفتم. ولی یه نکته ای که هست اینه که ما به خاطر همون دوباره همون سوء مدیریت و خودخواهی خودمون، از جسارت نشه به دوستان، این اتفاقات رقم میزنیم. مثلا الان تو خود اصفهان کشاورزا خوب میدونن آب نیست، اعتراض کردن، سال 1400 اعتراض کردن، خیلی اتفاقات بدی هم افتاد، ولی همون کشاورز با اینکه میدونست آب نیست اومد تو اصفهان برنج کاشت، در صورتی که میدونه اصفهان شهری نیست که مثلا برای برنج کاشتن مناسب نیست. وقتی آب نداره چه جوری اجازه میدن برنج بکاری؟ این برمیگرده دوباره به همون که نظارتی وجود نداره، و اگر هم نظارتی وجود داره با یه رشوه خیلی راحت اون مامور بازی کشاورز پولش میده و میگذره میره. در کل اگه به نظرم بخوایم برگردیم، آخر همش برمیگرده به همون سوء مدیریته، به اون که هیچ سیستم چارچوبداری وجود نداره، اشخاص دلسوزی روی کار نیستن. ممنونم. بله خیلی متشکر از شما. بله متاسفانه در نهایت هر جای قضیه رو میگیریم میرسیم به اونجا و بحث مدیریتی همیشه داستان رو داریم باش. من تو همه جلسات فکر میکنم قریب به یقین جلسات به انتهای صحبت که میرسیم در نهایت بحث مدیریتی متاسفانه. آقای جعفری در خدمت شما هستیم. با سلام مجدد. من به نظرم کلن بشه به اصطلاح تمام این بحث ها رو تو یه جمله خلاصه کرد.
و اونم گذار از جمهوری اسلامی، یعنی تا این که این حکومت سرکاره با این وضعیتی که به اصطلاح وجود داره این قضایا روز به روز داره بدتر میشه، چون از اول انقلاب که در نظر بگیری هرچی که ما جلوتر اومدیم شرایط و وضعیت هی روز به روز بدتر شده و از این به بعد هم قطعا بدتر میشه. در یک جمله اگر که بخوایم به اصطلاح تمام این مشکلات بخوایم حل بشه، یعنی که باید از این حکومت گذر بشه تا اینکه بشه به اصطلاح اون برایه هایی که تو ترانه آقای حاجی پورم بود که به صورت خیلی گسترده و خیلی خلاصه گفته شد انجام بشه. ممنونم. بله خیلی متشکرم از آقای جعفری. بله متاسفانه شرایط فعلا اینجوری هست. در بقول آقای جعفری پس از گذار از جمهوری اسلامی هم فکر میکنم خیلی از مسائل اتوماتیکوار حل میشه. کما اینکه میدونم خیلی الان جامعه الان فرزندان امروز خیلی از آموزش ها رو دیدن، با فضای اینترنت آشنا هستن، یعنی اون جامعه دیگه نیاز نیست خیلی تایم و زمان راجع به آموزش و در واقع تولید محتوا اینا براشون گذاشته بشه. بحث‌های مدیریتی هست انشالله پسا جمهوری اسلامی انشالله این مباحث اتوماتیکوار خیلی از مسائلش حل میشه. اگر دوستان موضوع جدیدی دارن اضافه بکنین، اگر نه که جمع‌بندی جلسه رو داشته باشیم. بسیار عالی. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن، همینطور از مهمونان محترمی که تو این جلسه حضور داشتن. تشکر میکنم از کسانی که در این جلسه ما رو پشتیبانی کردن در بخش صدا و تصویر، آقای علی برومند، آقای محمود رضا صالحی، ادمین ها خانم ایران دخت کیا و آقای سعید طائف، منشی جلسه خانم مینا آقا بیگی. من جلسه رو در ساعت 19:54 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم که